سلام و درود میگم خدمت همه دوستان و همراهان همیشگی ما. جاده بوئین زهرا همون نقطه‌ایه که راننده اسنپ نفس مسافرشو گرفت و تنشو به آتش کشید. مرضیه، مادر 47 ساله قزوینی، همون مسافر سفر مرگ بود. مسافری که در آتش بی جواب راننده از تنش جز خاکستر هیچی نموند. انگشتر مرضیه شد تکه پازل گم شده این جنایت. 7 روز از این قتل مخوف می گذشت که قاتل 36 ساله دستگیر شد، اما زبان به اعتراف نداشت. جمله اعدامم کنید تنها خواسته راننده مرگ در تمام جلسات بازجویی بود. نه از انگیزش سخنی گفت، نه از جزئیات قتل. تحقیقات و بررسی‌های پزشکی قانونی هم 7 روز طول کشید تا مادر سوخته رو به بازماندگان پس دادن. یک شنبه 6 تیر ماه روزی بود که مرضیه در عمق 3 متری زمین خاک شد. اما ماجرا از چه قرار بود؟ مرضیه مطابق هر هفته راهی آموزشگاه می شد. برگزاری کلاس‌هاش 2 روز در هفته بود، دوشنبه ها و 5 شنبه ها. ظهر دوشنبه عقربه ها روی صفحه مدور زمان دور خودشون می چرخیدن. زمان از 11:30 عبور کرده بود. ساعت 12 باید در آموزشگاه آرایشگری حضور پیدا می کرد، اون هم برای تدریس. مسیر طولانی نبود، اما مرضیه در این مسیر 10 دقیقه‌ای هیچگاه به مقصد نرسید. خانواده روغنگیر و شاگردانش برای همیشه چشم انتظار اون موندن. عقربه ها زمان شروع کلاسش رو نشون می دادن که پسر بزرگ مرضیه اسنپ گرفت. تیبای سفید که به مبدا رسید، خانواده روغنگیر هم زندگیشون خاکستر شد. آخرین خداحافظی مادر از جلوی چشمان پسر دور نمیشه. مادر رفت، ولی دیگه بازگشتی در کار نبود. راننده اسنپ قاتل شد و مرضیه مقتول. 7 روز از این جنایت رازآلود گذشته بود. خانواده روغنگیر نه تن بی جان مادر رو دیدن، نه چهره یخ زدش رو. قاتل نفس رو از مرضیه گرفت و آتش به جانش داد. خانوادش جسد سوخته مرضیه رو کفن کردن و به خاک سپردن. لیلا جزئیات جنایتی رو شرح میده که خواهرش مقتول پرونده است. لیلا بغضش رو به سختی در گلوش پنهان میکنه و میگه مرضیه 47 سال داشت. دست به خیر بود. تازه برای برادرم مراسم نامزدی گرفته بود و انتظار میکشید تا برای پسرش به خواستگاری بره. خواهرزادم ساعت 12 ظهر 31 خرداد سال 1400 برای مرضیه اسنپ گرفت تا به آموزشگاه بره. از اونجایی که فاصله خونه تا آموزشگاه 10 دقیقه بود، پسر مرضیه با مادرش تماس گرفت، اما تلفن خواهرم خاموش بود. خواهرزادم هم گمان کرد که مادرش سر کلاس آنتن نداره یا شارژ گوشیش تموم شده. پایان کلاس ساعت 3:30 عصر هر دوشنبه بود، اما زمان هم کند پیش می رفت و هم عبوس. عقربه ها ساعت 4 بعد از ظهر رو نشون می داد، اما هیچ نشونی از مادر نبود. با گذشتن زمان و بیخبری از مربی آموزشگاه، همسر و 2 پسرش پلیس رو خبردار کردند. جسد سوخته مرضیه همون 31 خرداد ماه توسط پلیس در جاده بوئین زهرا کشف شد. اما به دلیل اینکه از جسد تنها 1 چشم سالم مونده بود، شناسایی سخت بود. با اعلام مفقودی از سوی همسر و پسرانش، پلیس با اونها تماس گرفت. برای تشخیص هویت، همسرش از انگشتر خواهرم متوجه شد جسد متعلق به مرضیه است. نه پولی از اون دزدیده شده بود، نه طلا و جواهری. پزشکی قانونی موضوع تجاوز و آزار و اذیت رو هم رد کرده بود. مرد جانی مرضیه رو در ماشین خفه کرده و در جاده بوئین زهرا به آتش کشیده. حتی قاتل پس از سوار کردن مرضیه نزدیک به اسماعیل آباد پایان سفر رو روی اپلیکیشن اسنپ اعلام کرده بود. آگاهی قزوین راننده جانی رو در مدت 48 ساعت دستگیر کرد. وقتی پلیس پا در خونه این راننده اسنپ گذاشته بود، همسر قاتل هم قصد فرار داشت که او رو هم دستگیر کردن. قاتل 36 ساله 1 دختر 7 ساله داشت.
اون تا کنون هیچ اعترافی در مورد چرایی کشتن و سوزاندن مرضیه نکرده، اما فقط یک جمله میگه: منو اعدام کنید. اما تمام فرضیات پرونده از سوی تیم پلیسی و قضایی در حال بررسیه تا نقطه تاریکی در پرونده باقی نمونه. به نظر شما راننده اسنپ چرا مرضیه رو کشته و او رو سوزانده؟ چرا همسر راننده اسنپ در مواجهه با پلیس قصد فرار داشته؟ برای بررسی پرونده‌های جنایی که قربانیانش به اشتباه کشته شدن، بهتون پیشنهاد می‌کنم حتما این برنامه مهیج رو ببینید. ما همیشه منتظر شنیدن نظرات خوب شما عزیزان هستیم. براتون آرزوی سلامتی و سربلندی رو دارم. پیروز و پایدار باشید.